سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی سیباب تیوی. خیلی خوشحالم که با قسمت دوم این برنامه در خدمت شما هستم. امروز میخوایم یه گپ و گفتی راجع به iOS 14، انتشار آیفون 12 و یه اتفاق عجیب توی اختشاشات آمریکا با شما داشته باشیم. بریم سراغ بخش جذاب کامنت ها که خیلی ازش استقبال کردید و ممنونیم بابتش، و در نهایت هم یک سری بازی جذاب که لیستش لو رفته و برای PS5 به شما عزیزان معرفی کنیم. در ادامه با اولین قسمت در 60 ثانیه با ما همراه باشید. کرونا به هیچ چیزی رحم نکرده. آیفون ها همواره در سالیان سال توی کنفرانس اپل شهریور ماه معرفی می شدن و مهر و آبان به دست ما می رسیدن، اما آیفون 12 طبق گمان زنی هایی که شده ممکنه آذر یا آبان ماه معرفی بشه و زمستون هم به دست ما برسه، که اگر بتونیم از پسش بر بیایم این گوشی خارق العاده رو بتونیم خریداری کنیم. iOS 14 تمامی گجت هایی که iOS 13 رو پشتیبانی میکردن ساپورت میکنه. همه این عزیزان میتونن iOS 14 رو نصب کنن و از امکانات اون استفاده کنن. و آخرین خبر، اتفاقات عجیبی که داره توی اعتراضات آمریکا میفته طی حملات و شورشی که به اپل استور ها کردن و یک سری آیفون دزدیدن، سیستم ضد سرقت کمپانی اپل فعال شده و یک اسمس برای عزیزان رفته و بهشون گفته که یا آیفون ها رو بیارید یا با 911 میایم بالا سرتون آیفون ها رو میگیریم. و اما بخش کامنت ها. توی پست مقایسه آیفون اس ای با آیفون 8 علیرضا رنجبر کامنت گذاشته که انقدر بدم میاد 2020 میگن، بعد سال بعد رو میخواید بگید 2021. ببین خب من سال بعدم میگم 2021، شما بیا، این دیگه اختیاریه دیگه. من میگم 2020 2020 فرقی آنچنان نداره، شما سال بعد بیا کامنت بذار من نگفتم 2021. و اما گل سرسبد این بخش، اصلا کاپ هفته رو من میخوام بدم به این دوست عزیزمون. به ادمین پیام داده که یک اپ خوب برای موزیک به من معرفی کن. ادمین ما در کمال ادب سلام احوال پرسی کرد و گفته که فلان اپلیکیشن رو دانلود کنید اگر اشتراک سیب پرو دارید. بعد این دوستمون پیام داده که من XR دارم، منم آیفون X دارم. خسته نباشید. و اما ترین هفته با صفات عجیب ترین و ورزشی ترین برنامه میرسه به اپ فوتبالی. چرا عجیب ترین؟ الان که فقط بوندسلیگا داره پخش میشه و فوتبال ایران که کاملا بعد از قرنها حتی فوتبال جهان بازارش سرده، اما این اپلیکیشن انقدر خفنه که تمام حواشی و اخبار پیرامون فوتبال ایران و جهان رو داره پوشش میده و شما عزیزان میتونید از اون استفاده کنید. یک خبر تلخی که از همین برنامه به دست من رسید و جذاب شد که بهتون معرفی کنم، این که یک سری اخبار عجیب پیرامون فوتبال ایرانه که ممکنه از تمامی مسابقات فوتبال جهانی فوتبال ایران حذف بشه به خاطر تحریم‌ها، و یک سری اخبار داغ دیگه راجع به نقل و انتقالات هست که بهتون پیشنهاد میکنم این اپلیکیشن جذاب رو از سیباب دریافت کنید. و اما نامربوط هفته، میخوایم یک لیستی از بازی‌های پلی‌استیشن 5 که به بیرون درز کرد و باعث شد که تمامی موهای بدن بنده بریزه رو بهتون معرفی کنم تا مجاب بشید که پول جمع کنید این کنسول لعنتی، این عجوبه سونی رو خریداری کنیم. اولین بازی اساسین کرید والهالا. بازی بعدی که کمپانی EA قطعاً در رقابت با کال آف دیوتی میخواد برگرده به میدون بازی‌های آنلاین، بازی بتلفیلد 6 و بازی‌هایی که حالا میتونه خیلی جذاب باشه، رینبو 6 تو داریم، نسخه جدیدش قراره بیاد که اون هم میتونه یک رقیب عجیب برای کال آف دیوتی باشه، و در نهایت بازی واچ داگز لژیون رو داریم که باز هم توی تعطیلات 2020 قول دادم بیاد از شرکت یوبیسافت اگه تأخیر نخوره، که با این اتفاق یوبیسافت قراره برای PS5 و سال 2020 و 2021 صنعت گیم رو تا حدودی دگرگون کنه. ممنون از همراهیتون.